فراوان به شما عزیزان به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی هستم و همونطور که میدونید این برنامه است که راجع به مسائل اجتماعی و روانشناسی با هم گفتگوی میکنیم و جمعه ها همین مباحث رو با هنرمندان گفتگوی میکنیم تا شما هم بتونید که نه تنها با هنر اونها آشنا بشید بلکه با خودشون، وجودشون و کارهای دیگه‌ای که غیر از هنرشون انجام میدن آشنا بشید. امروز خوشحال هستم که با هنرمند بسیار جوانی که از چند تا مملکت به اینجا رسیدن، جناب آقای آرسی نامی گفتگویی داریم. خوش آمدید. خیلی ممنون. مرسی. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز فارسی زبان دور دنیا. عیدتونم مبارک میگم. شله هر جا که باشین خوش باشین. آرسی عزیز، راجب شنوندگانم صحبت کردن در اصلا غیر از اینی که تصویر ایران و AFN هر جای دنیا ما رو میبینن، بلکه رادیوی صدای ایران در کانادا و کسانی که در کانادا هم هستن دارن ما رو میشنوند. چه سلامی به ایرانیان کانادا داریم. بونجور. اونا بونجور هم میگن فکر کنم فرانسوی هم صحبت میکنن. قسمتی از بله کانادا هم مونتریال اینا اون فضا رو دارن، اون زبان صحبت میکنن. آرسی جان، شما هم خوانندگی انجام میدی، هم ویدیو خیلی قشنگ به وجود آوردی و میوزیک تراپی هم انجام میدی و حالا دوست دارم که راجع به همه اینا صحبت بکنی. میدونم که گفتی از شیراز به دنیا اومدی، رفتی سوئد و سوئد به لس آنجلس. درست. اومدی و یکی از چیزایی که جالبه برای من زمانی که خب اکثر ماهایی که در امریکا هستیم یک بار مینیمم مهاجرت کردیم، بعضیا هم مثل تو چندین بار مهاجرت کردن. تجربه مهاجرت در انتخاب راهی رو که رفتی یا هنری که داشتی چه تأثیر رو برات گذاشته؟ خب بگم ایران فرهنگش خیلی فرق میکنه، سوئد هم یه فرهنگ خاص خودش داره، آمریکا هم که قربونش برم اصلا خیلی متفاوت. و خب ایران که اومدیم، خب کشور به قول معروف دین ما اسلام هست، مسلم هست، حالا ما کاری بون نداریم، ولی فرهنگمون خیلی فرق میکنه. وقتی اومدم سوئد با مادرم اومدیم، اصلا دیدم خب هم مردم بورن، هم فرهنگش فرق میکنه، هم دینشون فرق میکنه. دیگه اولش موندیم، ولی بعد از یه مدتی که شروع میکنی مخلوط میشی به این فرهنگ، میدونی خوبیاشو میگیری، خوبیای فرهنگ خودتون رو میگیریم. و هم در زمان موسیقی های مختلف، پاپ اروپایی و پاپ و موسیقی ترادیشنال ایرانی خودمون فرقشو میبینی و از اون نظر سعی میکنه هنرهای خودتو مخلوط کنی با اون دوتا. بعد آمریکا که اومدم دیگه، اینجا خب فرهنگ های لاتین هست و خب غیر از ایرانی و آسیایی خیلی هست، سعی میکردم هم به موسیقی اونا گوش بدم و بتونم در کارهای خودم استفاده کنم. چند سالت بود رفتی سوئد؟ من 4 سالم بود. 4 سالم. فارسی صحبت میکنیم مامانم... من کسی که 4 سالش بوده رفته اونجا. مامانم تو خونه همیشه میگفت خب فارسی رو باید صحبت کنین، یعنی فرهنگ و زبان مادری رو تو خونه صحبت کنین، یادتون نره، ولی خب سوئدی هم یاد بگیرین. صحبت خواندن نوشتن چی؟ فارسی انجام بدین؟ بله. میدونم که توی موسیقی انتخاب کردی هنوز که فارسی نخونی، یعنی آهنگی ترانه‌ای با لیریکس فارسی، با ترانه فارسی نداشتی تو؟ نه اولین علاقه که داشتم خب آهنگای پاپ انگلیسی و به قول معروف تکنو موزیک اروپا بود که خیلی واقعا بزرگ بود تو سوئد و بقیه اروپا. و بزرگترین آرتیست هایی که دوست داشتم، ستینگ و خولیو و اینا بیشتر آهنگ های خارجی میخونن و به این بیشتر میچسبید. و آهنگ هایی که مینوشتم یا کوچیک بودم به انگلیسی میدن، سوئدی هم نبود، فقط به انگلیسی میدن، نمیدونستم برای چی. ولی تو کارهام دوست دارم، خیلی دوست دارم ایرانی بزنم، واقعا یکی از آرزوهام هست. ولی میدونم که این لغت‌های به قول معروف دیکشنری فارسی و پوئتیکی که داریم در فرهنگ ایرانی خیلی عمیقه و دوست دارم رو اونها بیشتر کار کنم که بتونم آهنگ بهتری بزنم. آهنگ‌های انگلیسی یکم فرق میکنه، پوئتریش یکم ساده تره، ایرانی به قول معروف یکم دیپ و عمیق تره. آیا ترانه های نوع ایرانی هم باز فکر میکنی مشکل داری؟ متوجه هم مثلا خیلی از کسانی که ممکنه ترانه هاشون رو انتخاب میکنن از اشعار خیلی سنگین فارسی، ولی خب شعر نو هم هستش که ممکنه اونقدر سنگین نباشه. آیا اون هم برای تو هنوز
دوره برای اینکه بتونی بذاریش توی آهنگ؟ آنچنان دور نیست، ولی میگم یکی از آرتیست هایی که خیلی الان گوش میدم احسان خواجه امیری، واقعا آهنگاش که تیپ آلبوم جدیدش واقعا گوش میدم، الکترونیک و پاپ و ساده هست، میشه مثلا ورداشو میفهمم چی میگه، تو اون خطا میتونم تا یه حد، ولی یه کسی دوست دارم که سپورت هم کنه، حالا مادرم هم میتونه، ولی یه کسی تو کار موسیقی ایرانی بیشتر از من بوده بتونه مثلا راهنماییم کنه، فکر کنم بتونم. چی شد که این مدل موسیقی رو انتخاب کردی؟ در چه ربطی داره به شخصیت تو که اون فضای شخصیتی تو انتخاب کرده که این نوع موسیقی رو ارائه بده؟ دل بسته. خب میام سوئد که بزرگ شدم پاپ میوزیک خیلی بزرگ بود، باز دوباره الکترونیک دنس میوزیک خیلی زیاد بود و ما هر جا که میرفتیم، حالا تیم بسکتمون بود یا همیشه توی ماشین، همیشه این آهنگا رو گوش میدادم و آهنگ شادی بود. من مادرم و برادرم همیشه فامیل خیلی شادی هستیم، همش آهنگای شاد گوش میدادیم و موسیقی ها اینطور که بهم گوش میدادم شادم میکرد و میدونستم دوربریام هم شاد میشه، برای همین گفتم خب شاید یه موسیقی باشه که من بتونم انجام بدم، برای همین این بهم انرژی میداد که بیشتر آهنگ های انگلیسی رو شاد بنویسم و بعضی موقع هم خب فرهنگ های مختلف هم دوست داشتم قاطی کنم توش اینا، ولی از اون نظر بیشتر شاید آهنگایی که خوندی رو هم خودت تمرکز ساختی و همه رو خودم خوندم و ارنجمنت هم خودم. بله بله. و شعراشی؟ شعراش هم خودم هست. بله. واو. پس شعرش مال خودته، آهنگاش مال خودته، خودت هم خوندی؟ خودم خوندم. رقصاش هم که مال خودته. دوست تیج رقصاش هم خودم. یه دوست اتفاقا اینجا که اومدم با یه پرودوسری که کار میکنم اسمش لیوای والن، دوست خیلی صمیمی است. اونم به قول من اونم خیلی آهنگای الکترونیک دوست می‌داشت، منم خب یورو دنس رو با هم دیگه همکاری کردیم که بتونیم ایدئال خودمون رو ریلیز کنیم. خب من اول با یکی از آهنگا شروع بکنیم تا شما عزیزانم با کارهای آرسی آشنا بشین، تا چند دقیقه دیگه باهاتون هست.
دیدم توی هر کدوم از این مثلا یه خط یه بیت رو که تو داری میخونی این نوسان صداد رنجش از همین جوری میاد از تمام این رنج‌ها رو در آن واحد با هر کدوم از این کلمه ها نوسان پیدا میکنه. خب این مثل این که یک کسی که شما خیلی دوست داره این آهنگ رو گذاشته روی این فیلم Prince of Persia و DVD که در حقیقت دیدیم کسی بوده که دوست داشته این دوتا رو در کنار هم بیاره، ولی در حقیقت این رو برای یه فیلم دیگه شما درست کرده. بله، این یه آهنگ اسمش She Wants to Fly که برای ندا هم 2009 اتفاقی که در ایران افتاده بود نوشته بودم و آهنگ در کم فیلم فستیوال 2010 در یه فیلم اسمش Crown Prince of Heaven اونجا در این ساوندترک این فیلم گذاشته بودم و استفاده شده بود. 2009 این کار کرده بودی؟ 2009 آهنگر نوشتم، 2010 برای کم فیلم فستیوال. گفتی 17 سالت بود تو این سال؟ این آهنگر رو که الان گوشنیدیم 17 سالم بود، بله. از چه سنی شروع کرده بودی توی حالا ترانه سرایی و یا ساختن خود موسیک و آرنجمنشو؟ من موسیقی رو دیر شروع کردم ولی شعر خیلی می نوشتم. مثلا می دونی خیلی ها دایری دارن یا مثلا روزشون مثلا که امروز رفتم بیرون، یا من شعر می نوشتم همش مثلا به قول معروف رایم می کردم. و های سکول که بودم دبیرستان که شروع کردم معلمم گفت آرسی گیتار بزن، سعی کنم این گیتار چجوری میزنه اینا. شروع کردم گیتار زدن و تونستم این شعرها رو با گیتار زدنم قاطی کنم، یعنی بتونم برام وصل کنم، بتونم آهنگ بسازم. اگه بهتون بگم کی شروع کردم آهنگ نوشتم میتونم بگم دبیرستان و خوانندگی هم همیتون میتونم بگم، ولی قبلش زیاد به قول معروف سیریوس نبود، جدی نبود. پس اساس اینو میشنم که اول تو میگی ترانه رو میگی روی مدلی که ترانه هست، خود آهنگش مثل این که به دلهام میشه، خودش آهنگ رو میسازه برات. بستگی داره چه حالی داشته باشی. بعضی موقع مثلا من بیشتر از مثلا کارام که نصف شب بعد از یک یا دو یه رفعه ایده تو سرم میاد، گیتار رو برمیدارم شروع میکنم یه نوتی بزنم، بعد شروع میکنم روش شعر نوشتن. بستگی داره، بعض موقع ملودی زودتر میاد، بعض موقع شعر زودتر میاد، هر کمش زودتر میاد بعد خب اون یکی دیگر رو بهش وصل میکنی و کامپلیت میکنی. از اینجا میتونم درک بکنم که میگفتی که اشعار یعنی کلام فارسی و اشعار فارسی اون جوری باید به قلب تو دلت بنشینه که بتونه باهاش ملودیش بیاد بیرون، وگرنه همینطوری یه چیز غریب است برات. درست. مثلا زبان انگلیسی، حتی وقتی که هم که سوئد زندگی میکردی زبان انگلیسی یه جوری به قلبت میشست با احساساتت، مثلا هم اون راحت تر اون شعر را میومد و در کنارش ملودی میخوابه و میاد. ولی مثلا زبان فارسی تو صحبت کردن داری چون زبان مادریته، ولی هنوز اون حالت قلبی باهاش نیستش که درست. احساسات تو رو برانگیخته بکنه که بتونه باهاش ملودی بیاد. درست. باید ترجمهش کنه، یعنی خب میتونم به انگلیسی بنویسم، یعنی احساسام به انگلیسی باید ترجمهش کنم، ولی باز فکر نکنم ارگانیک در بیاد، آثنتیک نیست، از یکی نیست با قلبت. مثلا یه چیزی هستش که یک شاید به زبان ساده تر هر چیزی که از دلت میاد باید نوشته بشه تا بتونه با هاش همون ملودیش بیاد. الان که در امریکا هستی چه کارهایی داری انجام میدی؟ من الان غیر از که کنار کارهای موسیقی انجام میدم درس موسیقی درمانی میخونم که این به قول معروف فوکس شماره یک من هست که من بتونم در آینده در بیمارستان یا کلینیک‌های مختلف بتونم موسیقی درمانی با مریضا بکنم. و الان دانشگاه Cal State University of Northridge درس میخونم و تقریبا یک سمستر دیگه مونده که من آماده بشم و بتونم برم در خط موزیک تراپی فول تایم به قول معروف. وقتی میگی موزیک درمانی، چه نوع موسیقی داره استفاده میشه و بعد نتیجه‌ای که از اون درمان قراره گرفته بشه چی هست؟ من یک کم الان برای اونهایی که زیاد در باره موسیقی درمانی نمیدونن، موسیقی درمانی ما از طریق انرژی موسیقی استفاده میکنیم با مشکلات روحی، روانی و جسمی. حالا شما میگین چه موسیقی استفاده میکنیم؟ بستگی داره، هر کلاینتی فرق میکنه. ما دو سه تا مرحله داریم. مرحله اول
ما همه اطلاعات از طرف مریض میگیریم، حالا جسمی باشه، روحی، روانی باشه، و علاقه موسیقی خیلی مهمه. حالا یا از طریق خود کلاینت مریض بگیریم، یا مادر، پدر، یا دکتر. بعد از که این اطلاعات رو گرفتیم، بدونیم علاقه موسیقی طرف چیه، میریم مرحله دوم، از طریق اینا یک هدفی می‌نویسیم، بهش میگن تریتمنت پلان، که ما به هدف این طرف برسیم. حالا من یه نمونه مثلا به شما بگم، میگیم آقای اکس فلانی میان و ایشون دستشون شکسته، اوکی، این مشکل جسمی که دارن، و علاقه شون آهنگ ایرانی جواد معروفی خوابای طلایی خیلی دوست داره، پیانو نمیزنه، فقط موسیقی دوست داره. ما ایشونو میاریم جلوی پیانو میذارم و بهشون میگم اوکی، پیانو رو دست شکسته شروع کن بزن. و هدفی که ما داریم که نه که آهنگ رو یاد بگیر، هدف ما هست که از طریق به قول جریان خون رو دستشون بیاد و یواش یواش حالشون بهتر بشه. حالا یه نکته که بهتون بگم، اتفاقا شاید بدونین آقای خولیو اگلسیاس، خواننده بزرگ لاتین، ایشون قبل از که خواننده بشه در تیم ریال مادرید دروازه‌بان بود و یه روزی تصادف اتومبیل میکنه، دستشون میشکنه و یک پرستاری که اونجا در بیمارستان بوده بهشون یه گیتاری میده که بتونه همین جریان خون رو در دستش فعال بشه و شروع کنه بزنه، بتونه برگرده. حالا هدف اینا بود که ایشون بتونه برگرده به دروازه‌بانی، ولی خب هدفش فرق میکنه، بزرگترین که بزرگترین خواننده دنیا باشه. یه نمونه هست که اون وقت آیا تمام سازهای مختلف شما احتیاج خواهی داشت؟ مثلا برای کسی، یه کسی پیانو احتیاج داره، برای کسی گیتار احتیاج داره، برای کسی دنبک احتیاج داره، سنتور احتیاج داره، یعنی باید تمام این سازها در دسترس شما باشه که بتونی این کارو بکنی، یا اینی که نه با یک ساز هم ممکنه بشه این کارو کرد؟ در این پروگرامی که موسیقی درمانی هست، ما حداقل با 3 تا ساز بلد باشیم. یکی ووکالز از صدا، پیانو و گیتار، دیگه بقیهش دست خودمونه. من به خاطر که میدونم فرهنگ های مختلف و خیلی میدونم باشون کار کردم، ستار و تار و تنبک و اینا هم سعی میکنم انجام بدم و بتونم که بتونم. خب میدونم اینجا ایرانی بستگی کجا زیاد داره، یا مثلا لاتین کمیونیتی هم زیاد هست، اونا هم خیلی پرکاشن استفاده میکنن. هر چی بیشتر بتونی خودتو راحت تر کنی با همه این سازا، با بیشتر کلاینت میتونی کار کنی و به هدفهای اونا برسی. یکی از مواردی که خب خیلی موسیقی درمانی کار میکنه براش افسردگیه. افسردگی بله. یکی از مواردیه که کمک میکنه موسیقی های شاد خیلی کمک میکنه. و یه کمک دیگه ای که دیدم موسیقی انجام میده بر افسردگی، زمانی که شروع میکنه اون شخص رو به حرکت در آوردن، به خاطر اینی که معمولا کسی که افسرده است بی حرکت میشه، تمام زندگیش بی حرکت میشه، خوابش زیاد میشه، ورزش دیگه نمیکنه، جایی نمیره، و میبینین کل سیستم دیپرس شده. و یکی از راههایی که اون شخص از دیپرشن در بیارن، موسیقی های شادیه که تمپوی آپدیت داره، درست، که بتونه این رو شروع بکنه به، حتی مثل که تناب بازی هم داره باشه، مثلا بالا پایین به پره باهاشم، یواش یواش شروع میشه و دوپامین شروع میکنه پخش شدن توی مغز و پیام های دیگه ای رو شروع میکنه به مغز و بدن دادن، و کاملا اون حالت مود و شخصیت و حال و هوای طرف رو تغییر میده و همینطور با اون مسئله میتونه شروع بشه. درست. مثلا خیلی ها هستن که صبح خواب بیدار میشن، یا با زنگ بیدار میشن، با زنگ الارم کلاکشون بیدار میشن، یا با اخبار بیدار میشن، یا با یه چیزی که از اول صبح که خب خود مغز داره یه سری چیزها رو پیدا میکنه که ناراحتی بکنه، تازه یه سری مش دیگه هم بهش میدیم که ناراحتی به وجود بیاره. و یکی از راههایی که روانشناسا حتی به اون اشخاص میگفتن که بالا، اون ماها فقط روانشناسیم داریم اینو توصیه میکنیم، شما خودتون باهاشون کار میکنه، این هست که با موسیقی آپبیت و خوشحال کننده شروع بکنن، و هر وقت اسم کنن انرژیشون میره بالا، کمکی بگیرن از موسیقی مختلف که خودشون رو ببرن به طرف بالا. من راست میگیم، ولی بهتون یه چیزی بگم که هر انسانی، مثل که مثلا بگیم هر کسی یه تیپ خاصی داره، یا مثلا لباس یه جوری میپوشه، یا دین به خصوصی داره، موسیقی هم یک خیلی خصوصیه. و فرض کنیم مثلا یه طرف، یه کسی شاید موسیقی آپبیت زیاد بهش
نه ساعت رفت بیشتر آهنگای مثلا ملایم بهش بسازه. یک کسی شاید برعکس باشه، فقط آهنگای راک اند رول و هارد اینا بهش بسازه. برای همین در موسیقی درمانی یک جوری که فرق میکنه با میوزیک انترتینمنت هست که یه چیز خصوصیه. شما نمیتونین با زور بگین این آهنگو گوش بده یا انترتین نکن، مثلا بیا من برات میخوام آهنگ بزنم. شما یه پرینسیپال بهش ما میگیم ISO principle، که ما در مرحله سایکولوژیک فیزیکلی در خودمونو به اون مرحله که کلاینت هست با سپورت موسیقی که اون داره ما سپورتش میکنیم و به قول معروف پیشنس داریم و سپورت فقط خیلی مهمه که ایشون چی داره. یعنی موسیقی رو به عنوان یک وسیله اصلی استفاده میکنین برای درمان، ولی مسئله مهم اینه که شما به عنوان درمانگر در حقیقت موسیقی رو تعیین نمیکنی، اجازه میدی که خود اون بیماره که موسیقی که بهش ممکنه آرامش بده رو تعیین میکنه، ممکنه خوشحالش بکنه، شادش بکنه، ممکنه که از یک مرحله ببرتش توی مرحله دیگر رو اونه که تعیین میکنه و بعد شما با فضای به وجود بیاری که بشنوه. و چیز دیگه که ازت میشنوم اینه که involve بشه، بیا توی اون ماجرا، یعنی فقط شنونده و بینندش نیست، بلکه جزوی از اون موسیقی میشه. وقتی که خودش هم یه دونه سازو میدین دستش، خودش هم میاد جزو به وجود آورنده اون موسیقی و اونه که درمان رو داره در حقیقت همون درمان اصلی. همون به قول معروف حالا فرض کنی یه کسی همون نروسنس داشته باشه، مثلا بیخوابی داشته باشه یا دپرشن داشته باشه، ما حالا مثلا من یه به قول معروف یه تنبک بدم دست ایشون و بهشون بگم شما احساسات رو در این با ضرب که میزنی احساسات به من اصلا چی نگو. شروع میکنه احساساتش میزه، بعد میگم روز تو برای من تعریف کن ولی به من صحبت نکن، فقط از طریق تنبک زدن. مثلا طرف مثلا میزنه میگه صبح رفتم مثلا کنار دریا، ولی به من نمیگه، فقط از طریق ضرب زدن. بعد از که تقریبا 45 دقیقه ما این سشن رو داریم، بعد شروع میکنیم سوال جواب میکنیم، یه خب اولش چی گفتی، بعد شما سپورت میگه آه من شنیدم که اینجا که محکم زدی صبحت زیاد خوب نبود، حالت بد بود، بعد شب که یکم آروم زدی اونجا رفتی کنار آب. شروع میکنی به قول معروف همین مرحله آخره که درمانی هست، که شما شروع میکنین سوال جواب میکنین و ببینیم مشکل کجا هست در زندگی و آخرش به قولان به هدفت میرسی یا دیگه باز دوباره به آهنگای دیگه وصل میکنی. اوکی، تا با ما باشید، تا چند لحظه دیگه با شما خواهیم بود.
عزیز با آرسی نامی هستیم، خواننده، ترانه‌سرا و موزیسین و دوره های موسیقی درمانی رو داره میگذرونه آرسی عزیز که داشت صحبت کرد اونجا به اینکه کلن موسیقی درمانی چطور هست و در چه مدلی کارایی داره. آرسی عزیز، داشتیم راجع به کسانی حرف می‌زدیم که افسردگی ممکنه داشته باشن یا مسائلی براشون پیش اومده باشه مثل تصادفات یا اتفاقی برای بدنشون اتفاق افتاده باشه. موسیقی درمانی رو برای خیلی از اشخاص استفاده میکنن. میدونم که برای کسانی که مخصوصا یادم میاد برنامه برای کودکانی که کانسر داشتن، سرطان داشتن، موسیقی درمانی رو استفاده میکردن که اصلا ایمیون سیستمشون رو ببرن بالا. چه نوع بیماری هایی رو تا حالا چه خودت چه کلن وقتی که توی این فضا هستی میدونی که موسیقی درمانی تونسته کار به سزایی انجام بده براش؟ یه دو ست داشت حالا بهتون میگم. اولی که به ذهنم میاد آلزایمر، دمنشا، میدونم فراموشی خیلی حق سن بالا میره، متاسفانه فراموشی به سر میاد و ما کاری که میتونیم بکنیم از طریق موسیقی میتونیم خاطرات قدیمی رو برگردیم و با کلاینت هایی که مثلا ما صحبت میکنیم یا مثلا موسیقی تراپی انجام میدیم، آهنگ های قدیمی مثلا با الویس پرسلی یا هر زمانی که بودن میزنیم و بعد از که آهنگ ها زدیم شروع میکنیم صحبت کردن در خاطرهایی که دارم. مثلا یکیش میگه من یادمه با دوست پسرم مثلا خانم اول ما رفتیم دیت، یا مثلا یه آقای میگه پدرم این توپ فوتبال رو به من داد. اینا این چیزهایی هست که خاطره رو برمیگردونه و میتونه یکم جلوگیری بکنه آلزایمر رو. خب نمیتونه ورش داره ولی میتونه یکم جلوگیری کنه. این یکیش هست. آتیسم هم خیلی استفاده میکنه موزیک تراپی. قاعدتا با آتیسم درک میتونم بکنم، چون مخصوصا چون بچه‌ها براشون مشکله که با انسان‌های دیگه وصل بشن و درست ارتباط برقرار کنن، قاعدتا با آلت موسیقی و اینکه صدا و فضای موسیقی خیلی بیشتر میتونن اون گرایش رو پیدا کنن درست. و از اون حال و هوا ابراز بکنن اون چیزی که براشون داره اتفاق میفته. درست. یکی از کلاینت های اتفاقا که داشتیم پسر 12 ساله بود، اسمشو نمیگم، ولی این هر دفعه میمد توی کلینیک مثل یه پسر 4 ساله چیز بود، اخلاقش بود و همیشه دستاش جلوی صورتش بود و یه کتابی هم دستش بود. تا ما یه ملودی پیانو میزدیم یه دفعه اینطوری میشه صدا، یه دفعه کمرش راست میشه گوش میداد. بعد شروع میکردیم به خوندن و آهنگای کودک ها را استفاده میکردیم، شروع میکرد به خوندن و با ما به قول ما رابطه بیشتر میداشت. موسیقی کمک میکرد که این هدف که قبل نداشته بود که بتونه به مادرش و پدرش یا دوستاش صحبت بکنه، از طریق موسیقی شروع کنه این حرکت را انجام بده. و همچنین به قول معروف آی کانتکت، بخش فارسی من اگه خوب نیست، آی کانتکت با چشمشون وصل بشن. مثلا ما یه اینسترومنت تنبکی یا هر چی هندرام بهش میگن میذاشتیم مثلا جلوی صورتمون میزدیم که ایشون از اون طریق بتونن به چشمای نیا کن و آهنگ بخونیم و شروع کنن وصل بشن از طریق چشم. و میگم باز دوباره هر کلاینتی هدفهای خودش داره، ولی یه دو سه تا نمونه هست که آتیز بود. خیلی بر من جالبه برای اینکه دو سه تا کار داره انجام میشه اینجا. یکی اینی که اتفاقی که داره میفته آدیو ویژوال، یعنی هم صداست هم نگاه کردن، هم کینستتیکه برای اینکه داره استفاده میکنه از دستش. پس مقدار زیادی از حواس پنجگانه رو حداقل چهار تاشو داره استفاده میکنه. سه تاشو داره استفاده میکنه، قسمت حالا دما و یا تیست رو ممکنه موقع استفاده نمیکنه، ولی سه تا رو داره استفاده میکنه. قسمت بعدیش اینه که ابراز داره میکنه خودش رو، یعنی به جای بیان کردن مدل های مختلفی از ابراز احساساتش و افکارش داره خودش رو نشون میده توی مدل های مختلف. خب اینو مثلا ما تو آرت تراپی هم داریم، برای هنر درمانی هم داریم و میبینیم که افکار دیگری و احساس های دیگری که از ناخودآگاه طرف هست راحت‌تر میاد خودش رو ابراز میکنه و بیرون میاد تا اینی که فقط اون بتونه از کلمات استفاده بکنه. مخصوصا کسانی که از کلماتش با کلمات شاید راحت نیستن. قسمت دیگه اینه که کسانی که با احساسشون راحت نیستن، این احساس رو به هر صورت زودتر
بهش غلبه میکنه و به جریان میندازه. میدونی مثلا خب فیلم ها چی کار میکنن با موسیقی مخصوصا احساس شما رو بالا میبرن پایین میارن هر کار دلشون میخواد که با احساسات شما بکنن اول موسیقی مثلا میدونین قراره یه صحنه ترسناک بیاد اول موسیقی بهش رو خبر میده که قراره یه خبر ترسناک بیاد چون ابراز احساسات و افکار در حقیقت از طریق موسیقی داره خودش رو نشون میده و ریلیسینگ به وجود میاد رهایی به وجود میاد از تمام این احساساتی که به وجود اومده و آشنایی با احساس خودشه و بعد از اونجاست که به نظر میاد که یک وصل بودنی به وجود خودش به وجود میاد که این وصل بودنه کمک میکنه به اون حالت درمانی که داریم به وجود میاریم و بعد گفتگویم که داشتین راجع به آتیزم اینه که هدفی رو که برای خودتون مشخص میکنین از این راه آروم آروم اون اهداف رو به دست میارین. درست. آره واقعا همینطوره. میگم حالا شما گفتین ست دست ولی این تیست که میگفتین و سمل بویایی اتفاقا اونا هم دارن استفاده میکنن که باز دوباره همین هند درامی که ما داریم باش میزنیم هر دفعه میزنین یه بویی توش داره که هم اونم اکتیو بشه در مغز. یخ میزنی فقط نه فقط این ستو و بو و تیست هم همینطور. حالا غذا خوردنشو زیاد خب نمیتونن بستنی به قول معروف چیزی نیست که مثلا بتونم بخورم تیست بکنم ولی به اونم دارن بسم الله دارن کار مثلا میمونه که مثلا نورولوژیکال ریکاندیشنینگ در حقیقت میشه به خاطر اینی که مثلا راجع به آلزایمرز و دیمنشیا که داشتین صحبت میکردین یا حتی برای آتیسم که صحبت میکنین میدونین مغز و یه شبکه‌های عصبی به خصوصیه که خاطره ها و احساسات و افکار همه به هم دیگه وصله به خاطر همینم هم میبینین یک بوی به خصوصی یک دفعه کلی خاطره بر آدم به وجود میاره به خاطر اینکه همه اینا به هم وصله و به نظر میاد که خاطر اینه که ما اونا رو داریم به دست میاریم و بعد تغییرش میدیم انگار یواش یواش کل سیستم عصبی رو هم شروع میکنین درمان دادن و تغییر دادن با این مدل چون اول اونجایی که حس رو برانگیخته میکنیم بعد از اونجا شروع میکنیم و بعد تغییرش میدیم میاریمش یه جای دیگه و این رو به مقدار زیادی که انجام بدین کل شبکه عصبی مثل این که برنامه ریزی متفاوتی میگیره Very nice. این حرفای جدیو زدیم باید یه موزیک ویدیوی ایشون رو که در جایزه کن فرانسه گذاشته شده رو حتما بشنوید پس بریم با هم اون رو گوش بدیم و برگردیم He's a music writer and a vocalist این آنی که باید در شما بخونه song name is She Wants to Fly افتخارش به دسته بگی آشنگ بزنید Thank you.
توضیح بده که این چه برنامه ای بود؟ یه برنامه بود در نوتریچ به اسم کلاب ایرونیا دعوت هم کرده بودن. اسم ایونت Save the Culture with Persian Stars. آقای جیمی دلشاد فورمر بربن میئر اونجا بود، آقای اندی و Voice of America اونجا بود. میخواستن مثلا برای زبان فارسی یا پول جمع کنن که مثلا در دانشگاه نوتریچ بتونن کلاس های فارسی رو بذارن و این به قول معروف یه رسپکت بود برای همون پروگرام و منو دعوت کردن و خوشحالم که تونستم این دوتا آهنگ رو بخونم و اجرا کنم. آهنگه She Wants to Fly باز دوباره برای 2009 برای ندا نوشتم و همین آهنگ سال بعدش در کم فیلم فستیوال در فیلم Crown Prince of Heaven در ساوندترک این فیلم اجرا شد که خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستم در این برنامه با شما اجرا کنم. چی شد که اصلا علاقه من شدی به میوزیک تراپی؟ خب من آمریکا که اومدم خیلی دوست می‌داشتم کارهای موسیقی انجام بدم ولی نمی‌دونستم تو چه خطی برم. هنوز خب همه هی میگفتن خب می‌خوای خواننده بشی، می‌خوای چی کار بشی، ولی خودم در درونم واقعا می‌خواستم خوانندگی انجام بدم و پرفورمنس انترتینمنت. یک روز یک از خانواده یک از دوستا فامیل خیلی نزدیکم در بیمارستان سرطان فقرات داشت و ما اونجا که رفتیم یکی از درمانی‌هایی که انجام داد در ایشون به ایشون همین موسیقی درمانی بود که ایشون نصف بدنشون به قول معروف هیچ حسی نداشت غیر از که بشینن با توپ بازی کنن، میذاشتن جلوی پیانو و از طریق پیانو جریان خون خب باز دوباره دستشون و من این چیزی که دیدم تو دالاس بود، بیمارستان بزرگ دالاس بود و گفتم چقدر جالبه. گفت سوال کردم گفت این میوزیک تراپیه و من تا حالا نشنیده بودم. یه برگشتم لس آنجلس دربارش ریسرچ کردم دیدم که نوتریچ بزرگترین برنامه موسیقی درمانی داره و اپلای کردم و بعد خودش تونستم خوشبختانه که از این 20 نفر بشم که دانشجو بشم که قبول شدم و از اون نظر دیگه فهمیدم خب باز دوباره موسیقی درمانی موسیقی انترم خیلی فرق می‌کنه. زمین تا آسمان یه چیز مختلفیه ولی من راضی بود آماده بودم که واقعا بتونم از طریق این پشنی که دارم بتونم به مردم کمک کنم. کمک دیگه چون به هر صورت خیلی از کسانی که در هنر هستن با هنرشون چون احساسات رو بهش غلبه میکنن و موومنتی دارن توی اون احساسات خیلی کمک میکنن به اشخاص ولی متفاوت با خود موسیقی درمانی و این جالبه که این تفاوت ها رو تمیز بدیم به اینی که یک نفر میتونه چجوری با موسیقی درمانی به یک اهداف به خصوصی برسه که وقتی که فقط به قول شما میگید موسیقی رو به عنوان انترتینمنت داره استفاده میکنه داره احساساتش رو بالا پایین میبره، احساساتش یا جریحه دار میشه یا خاطره های قبل بهش یادش میاد ولی بیشتر حس کردن احساسات تا اینی که بره به طرف درمان درست. برسه. موسیقی درمانی کاری ورای اون میکنه، فقط حس احساس نیست بلکه میاره یک اهدافی که قراره اون برسه. آیا حالا برگردیم توی موسیقی انترتینمنت که داشتی صحبت میکردی، در اون قسمت در اون هیته چه کارهای جدیدی رو دنبالش هستی و خودت رو چجوری داری رشد میدی در ناحیه انترتینمنت؟ من خب میگم باز دوباره آهنگای انگلیسی خیلی نوشتم و سعی کردم جدیداً آهنگای اسپانیش و ایتالیایی و زبانهای مختلف شروع کنم بخونم. الان یکی از آخرین کارام که الان روش دارم کارام که آهنگ ایتالیایی هست به اسمش کارو میو بن که به سبک به قول معروف ریلکس ولی باز الکترونیکه. دوستان به یه چیز تیپ جدیدی ایشالا در یه ماه دیگه ریلیز کنم. خب بریم به میوزیک ویدیو رو نگاه کنیم. Thank you.
mirar en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estará lejos, muy lejos de ti. Bésame. فرهنگ‌های مختلف تلفیق میشه در وجود ماها، یه اتفاقی برای خودمون میفته. وقت اول برنامه داشتیم صحبت میکردیم راجع به اینی که چه نوع موسیقی‌هایی از فرهنگ‌های مختلف روی تو تأثیر گذاشته و علاقه داشتی بهش که رفتی از اون تلفیقی به وجود آوردی. ولی کلاً به دنیا اومدن در شیراز، زندگی کردن برای 4 سال، مادر پدری داشتن که از اون فرهنگ اومده و بعد رفتن به سوئد با مامانت و بعدن اومدن امریکا، یعنی قسمتی از وجود تو هم این فرهنگ ها رو داره درش که تونسته تلفیقی برای اون به وجود بیاره. تفاوت ها و یا تشابهاتی که میبینی که درون تو به وجود اومده بین این سه تا فرهنگ چی هست؟ ایران کشور به قولان شیراز، فرهنگ ما بیشتر کلکتیو هستیم، یعنی ما دور همدیگر رو داریم، خیلی ریسپکت داریم. سوئد کلتور اندیویجوالیستیکه، که نمیگم که به هم دیگه رسپکت نه، ولی همه به هدفهای خودشون میرسن و ما اینجا بزرگ شدم دیگه هم رسپکت برای فرهنگ خودم داشتم، هم رسپکت برای فرهنگ جدید. و فکر کنم همین مادرم همیشه ما رو پوش میکرد، میگفت رو پای خودتون باید وایسین. حالا میدونم ما فکر نکنید که من همیشه باید پشت سرتون دارم، پشت سرتون، ولی باید هر کار میکنین هیچ وقت دپندنت به کسی دیگه نباشین، یا مادرتون یا برادرتون یا بهترین دوست یا دوست دختر یا دوست پسر. این مستقل بودنی که از فرهنگ غرب می اومد اون رو داشت مامانتم رواج میداد، با اینی که باز از فضای فرهنگ شرق داشت میگفت من پشتتم، خیالت راحت باشه، از من خیالت راحت باشه، ولی بعد استقلال خودتو پیدا. درست. و فکر کنم اون خیلی واقعا خیلی مهم بود که ما بتونم این فرهنگ ایرانیمو با سوئدی رو قاطی کنم و بتونم رو پای خودم برسم. و از اون نظرم بعد که میام آمریکا اومدم میتونستم از این دو تا فرهنگ استفاده کنم و همطور فرهنگ اینجا آمریکایی هم فکر کنم یه مخلوطی از هر دو تاش هست، هم کلکتیو داریم هم ایندیویدوالیستیک. و فرق بیشتر، بزرگترین فرقش همین بود، غیر از زبونش که اصلا زمین تا آسمون سوئدی اصلا خیلی فرق میکنه، اصلا نمیشه مقایسه کرد. به خاطر زبان سوئدی هم فقط تو سوئد و نروژ و یکم تو دانمارک صحبت میکنن، شاید ایکیام اینجا ولی صحبت میکنن، ولی میگم زبان خیلی کوچیکیه. و خوبیش بود که در کلاس چهارم هم خب ما انگلیسی بهمون یاد میدادن، بعد میتونست اسپانیش و فرانسوی و آلمانی هم انتخاب کنیم، اونم خیلی چیزای مثبتی بود. ولی خوشحالم که تونستم این دو فرهنگای مختلف رو در خودم داشته باشم. آرسی 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ سلامتی از همهش مهمتر، سلامت باشم، فامیلا از همهش مهمتره. اصلا چون موزیک درمانی به خودم با اونم بگیم روانی شدی و یا موسیقی روانی؟ نه، ولی دوست دارم، یکی از آرزوهامه که سفر کنم دور دنیا، نه شهرهای کوچیک، دهای کوچیک. میدونم مامانم زبان معلم فارسی بود، تو شیراز تو دهای شیراز میرفت زبان فارسی یاد میداد و من خیلی دوست دارم برم همین کار موسیقی درمانی در این دهای کوچیک آفریقا باشه، ایران باشه، هر جایی باشه تو دنیا بتونم انجام بدم به اونایی که واقعا ندارن. و اینو و خب کارهای موسیقی من بتونم انشالله یه عشق به مردم نشون بده یا بتونم یه مسیجی به قول معروف بدم. 5 سال دیگه تو کارهای موسیقی از نظر انترتینمنت دوست داری کجا باشه؟
انترتینمنت هم فکر کنم همون دوست دارم به قول معروف یه جوری با همین کار موسیقی دوستم تراول کنم، دوستم برم دورای جای مختلف دور دنیا و بتونم یه پیغام خوبی مثبتی از طریق موسیقیم شادی بدم به مردم. پس تو موفق باشی. مرسی. برای دوستانی که مایل هستین که کارهای دیگری از آرسی نامی رو ببینین، میتونین توی فیسبوکش برین که facebook.com/arsianami درسته؟ آره، ارسلان نامی اسم اصلیمه، ولی خب اسم آرتیستیم آرسی نامی. برای دوستانی که مایل هستید کارهایشون ببینین تو یوتیوب هم میتونین برین و کارهای دیگرشون رو ببینین. مرسی از این خیلی ممنون دعوت کردید. مرسی، خیلی ممنون و مرسی از شما عزیزان که با ما بودید. برای یکی دیگر از این برنامه ها روز و شبتون خوش، تا برنامه آینده، خداحافظ.